همراه هستیم با موسا برزین، حقوقدان از آنکارا. خیلی خوش آمده آقای برزین. آقای برزین، اساسا فشار بر خانواده کشته شدگان یا بازداشتی ها و ادامه دادن این محرومیت ها چه حکمی بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی داره؟ اصلا قانونی هست این گونه رفتار؟ بله، به هیچ وجه قانونی نیست. در هیچ کجای قانون نیومده که میتونم به یه خانواده‌ای که حالا اصلا فرضاً متهمم باشه به اصطلاح اونها رو اذیت کنن، از کار اخراج کنن. اصلا اصل شخصی بودن مجازات ها وجود داره. به هیچ وجه این امکان وجود نداره که کوچکترین آزار و اذیتی به خانواده ها بشه که روا داشته بشه. ببینید، از سالهای پیش ما در مورد هموطنان بهایی صحبت میکردیم که اینها رو به خاطر اعتقاد مذهبیشون از کار اخراج میکردن، از تحصیل محروم میکردن، زندانی میکردن، خانواده هاشون رو حتی به اصطلاح مزار اونها بی احترامی میکردن. یک نوع پاکسازی بود به دلیل اعتقاد مذهبی. الان ما شاهد هستیم که این امر مشابه این امر داره اتفاق میفته در مورد افرادی که یه ختمش سیاسی متفاوتی با حکومت دارن. خب به عبارتی حکومت الان نه تنها داره که افراد به اصطلاح افرادی رو که معترضن سرکوب میکنه، بلکه به دلیل حالا ترس از سرگیری دوباره اعتراضات داره خانواده اونها رو هم به نوعی سرکوب میکنه. بله آقای برزین، یک سوال دیگه که پیش میاد این هست که این کوتاه نیامدن خانواده کشته شدگان از دادخواهی آیا میتونه شرایط رو برای ادامه جنایت از سوی جمهوری اسلامی سخت‌تر بکنه به نظر شما؟ بله، ببینید 100%. ما همیشه این توصیه رو داشتیم که خانواده ها سکوت نکنند. اولا تمامی سازوکارهای داخلی رو برای شکایت بدون اینکه در نظر بگیرن نتیجه چیه طی کنند. دوم اینکه از همون اولی که آزار و اذیت شروع میشه اطلاع رسانی رو شروع کنن. ببینید، به خیلی از خانواده ها فریب داده میشن و یا وعده وعید داده میشن به نحو مختلفی، شما سکوت کنید ما حل میکنیم، حالا پیگیر پرونده هستیم و اینها همه دروغه. ببینید، تا حالا در مورد هیچ شخصی از معترضین که کشته شده، زخمی شده و یا زندانی بوده هیچ مسامحه‌ای به کار برده نشده. بنابراین فشار خانواده ها اگر دست جمعی باشه و اگر به صورت به اصطلاح کمی سیستماتیک و مستمر باشه، قطعا میتونه که حکومت رو بر این واداره که احتیاط بیشتری حداقل نسبت به خانواده ها انجام بده.